استاد برجسته جامعه شناسی ممنوع تدریس شد. افشای سپرده 3 میلیارد دلاری بانک مرکزی در اروپا. توقف ارائه اینترنت پرسرعت در ایران. مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با سیاست افزایش جمعیت دولت. بدهی 6000 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران صنعت برق کشور. تقلب در انتخابات اتحادیه‌های صنفی. تذکر مجلس به دخالت دولت در انتخابات. هشدار استاندار تهران به برخورد با مسیحیان تبشیری. خودکشی علیرضا پهلوی. استاد برجسته جامعه شناسی ممنوع تدریس شد. دانشگاه آزاد با دکتر غلام عباس توسلی خداحافظی کرد. به گزارش سایت روز، نامه تشکرآمیزی که روز 15 آذر ماه بر میز کار دکتر توسلی گذاشته شده بود با یک تشکر ساده پایان همکاری دانشگاه با استاد را اعلام کرد. در حالی که تنها 2 هفته به پایان ترم اول تحصیلی باقی مانده بود، غلام عباس توسلی با نیم قرن تجربه تدریس و علاقه وافری که همچنان در سنین کهنسالی به دانشجویان دارد، به یک باره و طی یک نامه اداری از ادامه تدریس در دانشگاه آزاد منع شد. وی پیشتر در سال 86 به بهانه‌های سیاسی از دانشگاه تهران اخراج شده و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تنها کرسی بود که برای این استاد قدیمی و متبحر جامعه شناسی ایران مانده بود که آن هم به گونه ای توهین‌آمیز از او گرفته شد. دکتر غلام عباس توسلی از برجسته ترین اساتید جامعه شناسی و عضو نهضت آزادی ایران و رئیس کمیته تحقیقات این حزب سیاسی است. بنابر شنیده ها، دانشجویان با ارسال نامه هایی به مدیریت دانشگاه آزاد در تلاشند تا تصمیم دانشگاه را در قطع همکاری با دکتر توسلی تغییر دهند. اما هنوز معلوم نیست که دانشگاه آزاد با این استاد پیشکسوت به چه دلیل به گونه ای اهانت آمیز برخورد کرده است و تنها با نامه ای از او خداحافظی کرده است. سپرده 3 میلیارد دلاری بانک مرکزی در اروپا افشا شد. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی که روز سه‌شنبه پیشنهاد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی مجلس را ارائه داده بود، در دفاع از پیشنهادش به افشاگری درباره اموال بانک مرکزی در اتحادیه اروپا پرداخت. به گزارش سهام نیوز، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای تهران از تریبون علنی مجلس گفت طبق اطلاعاتی از بانک مرکزی مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند، اما ما با آنها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی است. به گفته وی، با ابقای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش بر آب خواهند شد و آنها می توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. پس از سخنان وی، علی‌رغم مخالفت محدود یکی از نمایندگان، پیشنهاد مصباحی مقدم مبنی بر حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی با 173 رأی حائز رأی اکثریت شد. توسعه اینترنت پرسرعت در ایران متوقف شد. در حالی که دولت موظف شده بود تا پایان سال 95 اینترنت پرسرعت را برای 50% خانوارهای ایرانی فراهم کند، به یک بار اعلام گردید که به دلیل عدم امکان تخصیص پهنای باند اینترنت، توسعه اینترنت پرسرعت در کشور متوقف شده است. به گزارش مهر، ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت که پیش از این عدم همکاری شرکت مخابرات برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات لازم را مانع توسعه ADSL عنوان می کردند، این بار اعلام می کنند که به دلیل عدم تخصیص پهنای باند اینترنت، توسعه اینترنت پرسرعت متوقف شده است. بر اساس این گزارش، مشکل اصلی عدم همکاری شرکت مخابرات برای در اختیار گذاشتن فضا و
و امکانات مخابراتی طبق قرارداد فیما بین شرکت‌های PAP و شرکت مخابرات و به تبع آن شرکت‌های مخابراتی استانی است. شمار کاربران اینترنت پرسرعت در کشور طبق آخرین آمار ارائه شده تا پایان آبان ماه به حدود 700 هزار نفر رسیده و این در حالی است که شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها حدود 1,250,818 پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب کردند که به دلیل آنچه که عدم تأمین پهنای باند مورد نیاز از سوی مخابرات مورد بهره برداری قرار نگرفته است. همکنون طبق شاخص جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت در ایران کمتر از 10% است. مجمع تشخیص مصلحت با سیاست افزایش جمعیت دولت مخالفت کرد. بر اساس تحقیقاتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی رد شده است. سید رضا صالحی امیری در گفتگو با ایلنا در رابطه با نظر احمدی نژاد در رابطه با شعار دو بچه کافی نیست و باید به دنبال افزایش جمعیت در ایران باشیم گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تئوری رئیس جمهور در رابطه با افزایش جمعیت تحقیقاتی انجام داده است و بر اساس این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که به هیچ وجه نباید سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران کنار گذاشته شود و پژوهشگران مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش جمعیت در ایران را به عنوان یک راهبرد منطقی برای حل مشکلات رد کردند. معاون مرکز تحقیقات پژوهش‌های استراتژیک در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر تشخیص دهد که سیاست ریاست جمهوری در رابطه با مسائل مرتبط به خانواده از جمله مسائل افزایش جمعیت در ایران صحیح نیست بر آن اعمال نظر کند یا خیر گفت: ما در جایگاهی قرار داریم که فقط می توانیم نتایج تحقیقات خود را به اطلاع مسئولان برسانیم و یا در قالب سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کنیم و نمیتوانیم به طور مستقیم در سیاست‌های دولت دخالتی داشته باشیم. پیمانکاران صنعت برق کشور حدود 6000 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. به گزارش واحد مرکزی خبر، مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات صنعت برق کشور با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی این صنعت در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: پیمانکاران صنعت برق کشور حدود 6000 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. حسینی افزود: برخی شرکت‌های فعال در بخش صنعت برق باید برای رفع این مشکل و حل نقدینگی خود تعدیل نیرو کنند که این هم مشکلات خاص خود را دارد. مخبر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بودجه امسال دولت مکلف بود 3200 میلیارد تومان به صنعت برق بدهد، اما تا کنون فقط 700 میلیارد تومان آن تحقق یافته است. حسینی با بیان اینکه درباره طلب پیمانکاران از دولت نمی‌دانیم مشکل کجاست گفت: بارها از دولت خواسته این مشکل پیمانکاران صنعت برق را حل کند، اما این کار انجام نشده است. ده نماینده مجلس در خصوص دخالت دولت در انتخابات اتحادیه‌های صنفی تذکر دادند. ده نماینده مجلس در تذکری به قزنفری وزیر بازرگانی از وی خواستند تا به عنوان عالی‌ترین مقام امور صنفی کشور از مداخلات غیرقانونی بر انتخابات اتحادیه‌ها و تشکلات صنفی جلوگیری کرده و بر سلامت و صحت روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی نظارت جدی به عمل آورد. به گزارش خبر آنلاین، این نمایندگان تأکید کردند: متاسفانه بر اساس گزارشات مستند، سلامت و صحت انتخابات اتحادیه صنف الکتریک تهران مخدوش بوده و جریانی در صدد ایجاد خدشه در روند انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران و حذف غیرقانونی برخی کاندیداها است. در این تذکر تصریح شده است: کمیسیون نظارت بر انتخابات اتحادیه صنفی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهتگیری و یا کوتاهی در انجام وظایف خود مانع از حضور برخی یا فراهم کننده حضور برخی دیگر در یک رقابت ناسالم باشد. این نمایندگان از وزیر بازرگانی به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر اصناف خواستند
تا به پرونده هر دو انتخابات به صورت فوری و جدی رسیدگی نماید تا اعتماد اصناف به نظام قربانی منافع برخی افراد و یا گروه‌ها نگردد. حسین هاشمیان، قدرت الله علی خانی، سیروس سازدار، محسن نریمان، علیرضا محجوب، سید مصطفی ذوالقدر و داریوش قنبری از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند. استاندار تهران از برخورد شدید با مسیحیان تبشیری خبر داد. مرتضی تمدن استاندار تهران گفته است که اخیراً تعدادی از سران مسیحیان تبشیری در تهران بازداشت شدند و عده دیگری هم در آینده نزدیک بازداشت خواهند شد. تمدن روز سه‌شنبه 14 دی 4 ژانویه در یک سخنرانی در تهران مسیحیان تبشیری را که در ایران فعالیت می کنند جریانی فاسد و منحرف خواند که افکار خود را از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است ترویج می کنند. ماه گذشته گزارش هایی از محکومیت دو کشیش مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای رشت و شیراز منتشر شده بود، اما مقامات ایران این گزارش ها را تایید یا تکذیب نکردند. مسیحیان تبشیری یا آنجلیس گروهی از مسیحیان هستند که عقاید مذهبی خود را بین غیر مسیحیان تبلیغ می کنند. تمدن به عنوان نمونه به بیلبوردی اشاره کرد که در نقاط مختلف شهر تهران نصب شده و روی آن این شعار به چشم می خورد: مهم نیست کجا زندگی می کنید، مهم این است که خوب زندگی کنید. استاندار تهران اشاره نکرد که این بیلبورد به چه شرکت یا نهادی متعلق است، اما گفت شعار مذکور دارای ریشه اومانیستی و ماتریالیستی است و باید معلوم شود که این جملات از کجا آمده و معنایش چیست. او در مورد وجود رگه‌های انحرافی در بعضی فعالیت‌های هنری هشدار داد و مدعی شد رانده شده اصلاح طلبان که 9 دی از مردم انقلابی ایران سیلی خوردند در برخی از مراکز فرهنگی تهران لانه کردند که باید مراقب این موضوع بود. علیرضا پهلوی خودکشی کرد. علیرضا پهلوی دومین فرزند پسر محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، صبح روز سه‌شنبه 14 دی ماه برابر با 4 ژانویه در خانه خود در بوستون در اثر خودکشی درگذشت. وبسایت رسمی رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، روز سه‌شنبه خبر خودکشی وی را منتشر کرده و در بیانیه‌ای که به امضای خانواده پهلوی رسیده علت خودکشی علیرضا پهلوی را خاطره دردناک درگذشت پدر و خواهرش ذکر کرده است. گفتنی است لیلا پهلوی، دختر کوچک محمد رضا پهلوی، سال 1380 بر اثر افسردگی در لندن خودکشی کرد. علیرضا پهلوی سال 1345 در تهران متولد شد و بعد از خروج از ایران در آستانه انقلاب تحصیلات دبیرستانی را در ایالات ماساچوست آمریکا به پایان برد و در سال 1371 در رشته مطالعات ایران باستان از دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس گرفت و در رشته ایران شناسی و فلسفه در دانشگاه هاروارد به ادامه تحصیل پرداخت. وی سومین فرزند آخرین شاه ایران و فرح پهلوی متولد سال 1345 بود.